دورود بر شما آقای نوید توبیان در تلاوی و سپاسگزار از شرکت در این برنامه آنچه که یک زلزله سیاسی میشه تعبیرش کرد در اسرائیل انتشار این خبر بود که آقای نتانیاهو حاضر شده با داستان کل کشور به نوعی سازش برسه که یک توافقی را امضا بکنند که از وخامت اتهامات کاسته بشه و مجازات زندان نداشته باشه و غیره و غیره و در واقع امضای یک چنین توافقی اگر امضا بشه چون هنوز امضا نشده نشان این است که آقای نتانیاهو اتهامات رو میپذیره منتها نه با اون وخامتی که در کیفرخواست توصیف شده خواستم که در این بار اطلاعات شما رو بشنوم تجزیه تحلیل شما رو هم از نظر حقوقی و هم از نظر باستاب اون بر صحنه سیاسی اسرائیل اول بگید که این توافق بین دادستان و متهم طبق قوانین اسرائیل یعنی چه بفرمید با درود دوباره بله همچین قراردادهایی هر از گاهی به امضا میرسه بین طرفین و هدف از اون کوتاه کردن مدت دادگاهه چون اگر صرفا دادگاه آقای نتانیاهو رو بخوایم بهش اشاره بکنیم با وجود اینکه سه پرونده همزمان دارن به هم داره بهشون رسیدگی میشه پرونده 1000 پرونده 2000 و پرونده 4000 که تا چند دقیقه دیگه به تشریح به این پرونده ها خواهیم پرداخت این دادگاه ممکنه 7 تا 8 سال طول بکشه چون فقط دادستانی 300 تا شاهد داره غیر از شاهدهای دفاع که الان با گذشت چند ماه از آغاز این دادگاه ما تازه رسیدیم به شاهد پنجم دادستانی پس حسابشو بکنید که چقدر دیگه زمان میبره اگر این روند بخواد به طور کامل طی بشه بله ولی بله شاهد اول خیلی طولانی بود و خیلی هم مهم بود در واقع میشه گفت کلید شاهد بود بفنید. بله شاهد اول آقای ایلان یشوا مدیر کل سابق وبسایت والا که یک بخش خبری هم داره این البته از یک وبسایت خرید شروع شد و بعد به, وبسایت خبری هم تبدیل شد بخشی خبری شد شهادت داد که آقای نتانیاهو ازش خواسته که در ازای اعطای پوشش خبری مثبت کاری بکنه که یعنی این خبرها در این وبسایت به طور مثبت در مورد آقای نتانیاهو و اعضای خانوادهش منتشر بشه و در ازای اون صاحب این وبسایت آقای شاول الوویچ از مزایایی برخوردار بشه که حدود یک میلیارد شکل میتونست به نفع این آقای الوویچ باشه ولی خب رشوه رشوه آقای نوید رشوه است, رشوه است این. بله حالا بستگی داره که این پوشش مثبت آیا واقعا فقط منحصر با آقای تنیاهو بوده و در خلال دادگاه اتفاقا معلوم شد که نه همچین چیزی نبوده آقای ایتخاک هرسوگ هم وقتی که رئیس حزب کارگر بود از این پوشش مثبت برخوردار بود بسیاری از سیاستمداران اسرائیل از این پوشش مثبت برخوردار بودند و این یک امر خیلی طبیعیه که یک سیاستمدار بخواد کاری بکنه که پوشش خبری دربارش مثبت باشه ولی کار... نه در موردی که میاید میگوید شما به من خوبی میکنید من بله. به شما خوبی میکنم و بله، دقیقا امتیاز بازرگانی میدم بله بلد. وکیل مدافعان و... وکلای مدافع آقای نتیاهو به این اشاره کردن که تسهیلاتی که به آقای الوگیش اعطا شده به هیچ عنوان مربوط به آقای نتیاهو نبوده و با اینکه آقای نتیاهو اون موقع وزیر ارتباطات هم بوده خودش رو از پرداختن به این موضوع که بستگی داره به کشیدن کابل های فیبر نوری و بسیاری از تسهیلات دیگه که آقای الویچ ازش برخوردار می شد بعد یادآور شد که آقای الویچ غیر از مالکیت وبسایت والا که الان این وبسایت رو دیگه واگذار کرده و مال آقای الویچ نیست مالک شرکت مخابراتی بزک بزرگترین شرکت مخابراتی اسرائیل هست و همچنین در یکی از شرکت های رسانه ای اسرائیل یس سهام عمده ای داره و میشه گفت صاحب کنترل هست و تا جایی که از هر دو طرف اگر شما اگر اخبار موافقان و مخالفان آقای نتانیاهو رو میخوندید متوجه میشدید که هر بار که آقای شوا حرفی زده و بعدا وکیل مدافعات سوال مقابل رو پرسیدن نمیشد یعنی کل قطعا نتیجه گرفت که واقعا آقای نتانیاهو بله. گناهکار بوده ولی باید خاطر بله. نشان شد که این فقط یک شاهد از 300 شاهدیه که دادستانی در آستین خودش داره بله این میشه پرونده 4000 پرونده 1000 چی هست بله پرونده 1000 آقای نتانیاهو متهمه که در ازای تلاش برای اعطای ویزا به آقای ارنون میلچن تهیه کننده هالیوودی اسرائیلی آمریکایی که گفته میشه آقای نتانیاهو سفارش کرده به رئیس جمهور وقت یا وزارت خارجه آمریکا در آن زمان که به آقای میلچن این تسهیلات اعطا بشه آقای میلچن بوتهای شامپاین و بسته های سیگار برگ و جواهرات به خانم نتانیاهو و البته شامپاین ها و سیگار برگ به آقای نتنیاهو میرسیده و این رد و بدل چیز بود یعنی تسهیلات در ازای میشه گفت اقلام لاکچری شامپاین های گران قیمت و که البته میگم اگه یک بطر یا دو بطر بوده مشکلی در این باره نیست میگویند میگویند که مبلغ این هدایایی که آقای میلچن به آقای نتانیاهو و خانم نتانیاهو داده و خانم نتانیاهو البته بخشی از این که ترخواست نیست ولی کل این هدایا به چیزی بالغ بر 300 هزار شکل میرسه میریم به پرونده 2000 بله پرونده 2000 آقای نتانیاهو متهمه که با صاحب امتیاز یکی از تاثیرگذارترین روزنامه های اسرائیل یدیوت اخرانوت یعنی آقای ارنون موزس در تماس بوده تا در ازای اعطای پوشش خبری مثبت از سوی رسانه تحت کنترل آقای موزس آقای بنیامین نتانیاهو روزنامه رقیب یدیوت اخرانوت یعنی اسرائیل هیوم رو منحل بکنه و تعطیل بکنه اوکی. آقای نوید در برخی کشورها اسمشون نمیاریم در برخی کشورها این گونه اعمال نفوذها یه امر عادیه چرا اسرائیل انقدر سخت گیری میکنه ببینید اعمال نفوز اگر فرض کنیم که کیفرخواست تمام بندهاش حقیقت داره و همه شواهد موجوده و آقای نتانیاهو در آخر امر محکوم به دریافت رشوه و خیانت در امانت و بندهای جنای دیگه میشه اگر همچین چیزی حقیقت داشته باشه این رشوه است یعنی بله. صرفا دریافت پوشش خبری مثبت جرم نیست ولی اگر در ازای این در این پوشش خبری شما چیزی رو به طرف مقابل اعطا بکنید این دیگه میشه رشوه بله بسیار خوب حالا جریان محاکمه چرا داستان کل که چار پنج سال دارن روی این پرونده ها زحمت میکشن چرا داستان کل الان آماده شده گفته بسیار خوب اگر آقای نتانیاهو بخشی از این اتهامات رو میپذیره و حاضر به اونها اعتراف کنه ما یک مجازات بسیار خفیفی رو برای ایشون قائل میشیم چرا داستان حاضر این گذشت رو بکنه به باور من به دو علت علت اصلی صرف جوی وقت برای سیستم قضایی اسرائیل همونطور که خدمت این دادگاه اگر تا انتها بخواد ادامه پیدا بکنه هشت سال طول میکشه و با این وقت میلیون ها شکل از بیت المال صرف این قضیه میشه تا همین الانم تا همین الانم به بنابر ارزیابی خیلی از مفسرین حقوقی میلیون ها شکل برای تشکیل این پرونده ها از بیت المال برداشت شده و بر این باورن که اگر اینا پیدا بکنه ضررش بیش از منفعتشه غیر از اون غیر از اون بر به گفته آقای اویخای مندل بلیت مشاور حقوقی دولت و دادستان کل کشور اگر آقای نتانیاهو به بعضی از این اتهامات کلیدی اعتراف بکنه برای اون یعنی آقای مندل بلیت به این امر بسنده میکنه و در نهایت کار باعث میشه که آقای نتنیاهو دست کم به مدت هفت سال از فعالیت سیاسی کنارگیری بکنه خیلی ها میگن که هدف از خیلی از طرفداران آقای ها میگن که از همون اول هدف از تمام این کیفرخواست ها یک کودتای قضایی بوده و هدف ساقط کردن آقای ها بوده چون دیدن که با در, در یک پروسه دموکراتیک و رأیگیری و انتخابات نمیتونن آقای ها رو سرنگون بکنن این البته این ادعای طرفداران حزب لیکود با یک مورد اساسی خیلی تناقض داره و اینکه در سه کمپین انتخاباتی در سه دوره انتخاباتی در سه رأیگیری پیاپی که در اسرائیل انجام شده بود آقای نتانیاهو نتونسته بود یک دولت ثابت برقرار بکنه یعنی دولت ها بعد از 6 ماه یک سال یک سال و دو سال ساقط می شدن. انتخابات به هدف اینه که یک دولتی دست کم چهار سال سرکار کار باشه از ثبات برخوردار باشه و بتونه در آرامش خاطر و بدون حاشیه کشور رو اداره بکنه جدا از اینکه هر کارزار انتخاباتی و هر انتخاباتی هزینه های میلیاردی رو بر کشور تحمیل میکنه و چهار انتخابات زود هنگام برگزار شد بدون اینکه آقای نتانیاهو بتونه دولت جدیدی رو برپا بکنه بله بله به ظاهر خیلی ها میگفتن که یعنی کسانی که قبلا با آقای نتانیاهو در یک دولت نشسته بودند و الان تبدیل شدن به رقبای سرسختش از جمله آقای یائیر لپید رئیس حزب یشاتید آتید آقای ویکتور لیبرمن رئیس حزب اسرائیل بیتن و اسرائیل خانه ما و آقای بنی گنت رئیس حزب آبی و سفید اینا همه بخشی از کابینه ائتلافی آقای نتانیاهو بودند ولی از یه طرف این آقایون میگن که به خاطر اتهامات سنگینی که متوجه آقای نتنیاهو هست ما نمیتونیم با آقای نتنیاهو در یک اعتلاف در یک اعتلاف بشینیم و در خفا بسیاری از اونها گفتن که به این مرد اصلا نمیشه اعتماد کرد یعنی هر قولی که داده برخلافش عمل کرده هر کاری کرده که خودش و فقط و فقط خودش بر مسند قدرت بشینه و اجازه رقابت سالم رو به کشور نداده یعنی در واقع آقای نویدان چه که شما میگید مفهومش این است که اگر آقای نتانیاهو از رهبری حزب لیکود کناره میگرفت یا اگر حاضر میشد که از درخواست خودش برای نخست وزیری صرف نظر کنه حزب لیکود میتونست با احزاب دیگر یک دولت قوی رو به وجود بیاره و اون چهار انتخابات زود هنگام رو اسرائیل صرف جویی بکنه بله ببینید همه نظرسنجی ها پیش از این انتخابات ها نشون میداد که اگر که اگر آقای نتانیاهو در رأس حضرت در حزب لیکود قرار نمی گرفت و کنار گیری می کرد احزاب راستگرای اسرائیل به راحتی میتونستن یک ائتلاف ثابت تشکیل بدن ولی در نقطه مقابل اون میشه گفت که در همه نظرسنجی ها هر بار که هر کدوم از نامزدهای ریاست جمهوری رو در برابر آقای نتانیاهو قرار دادن آقای نتانیاهو با تفاوت بسیار بالا اونا رو برده حداقل در نظرسنجی ها بفرمید که الان با انتشار این خبر که آقای نتانیاهو حاضره البته قطعی نشده هنوز حاضره به برخی از اتهامات اعتراف بکنه به شرط اینکه به زندان نیفته چه واکنشی در داخل کشور در بین مردم به وجود اومد؟ هم موافقان آقای نتانیاهو و هم مخالفان آقای نتانیاهو اگر به شبکه های اجتماعی بسنده بکنیم مخالفت خودشون رو با این توافقی که در حال شکلگیری هست اعلام کردن موافقان آقای نتانیاهو میگن که اگر آقای نتانیاهو بعضی از این اتهامات رو بپذیره در حالی که این اه م... اه م... کارهای خلاف رو انجام نداده این یک ظلم در حق آقای نتانیاهو است و آقای نتانیاهو باید در یک دادگاه بیگناهی خودش رو ثابت کنه مخالفان آقای نتانیاهو میگن اگر آقای نتانیاهو به محض ارائه کیفرخواست علیه خودش به پای جلوی دوربین های رسانه ها اومد و گفت هیچ خبری نیست چون هیچ چیزی وجود نداره پس از آقای نتنیاهو خواهش میکنیم که تا آخر دادگاه وایسه و بیگناهی خودش رو ثابت بکنه به نظر سه... گفته بود که گفته بود هیچ سند جرمی وجود نداره هیچ جرمی رخ نداده بنابراین دادستان هیچ اتهامی رو نمیتونه به من وارد بله آقای از همون اول گفت که این پرونده ها نوعی پاپوش بوده که براش درست کردن و گفت که تا آخر میره و بیگناهی خودش رو ثابت میکنه جالب اینجاست جالب اینجاست که چند روز پیش رئیس پیشین دیوان عالی کشور اهرون باراک پروفسور اهرون باراک در مصاحبه ای گفت که بنیامین نتنیاهو اون کسی بوده که از آقای باراک خواسته که بیاد و پادرمیونی بکنه و با مراجعه به مشاور حقوقی دولت اون رو متقاعد بکنه که این توافق تخفیف مجازات به امضا برسه و آقای اهرام باراک همزمان همزمان در همون مصاحبه گفت آقای نتانیاهو تا قبل از اتهام و تا پیش از تشکیل دادگاهش یکی از مدافعان سرسخت سیستم قضایی اسرائیل بود ولی به محض که این کیفرخواست ای علیه صادر شد به بنا، ناگهان گفت که براش پاپوش درست کردن و کلا در دادستانی اشکال هست و دادستانی باید اصلاح بشه و دیوان عالی کشور نمیتونه حرف آخر رو بزنه و این کنست پارلمان اسرائیل هست که قانون رو قوانین رو بعد وضع بکنه و دیوان عالی کشور حق باطل کردن این قوانین رو نداره بله و آقای اویخای مندل بلیت که داستان کل کشور و مشاور حقوقی دولت که از مقام و احترام بسیار بالایی برخوردار هست توسط خود آقای نتانیاهو به این پست منصوب شد چطور آقای نتانیاهو همطور که شما در برخی از سخنان تو گفتید ادعا میکنه که این اتهامات نسبت به من نیست در واقع یه نوع پاپوش دوزی هست که من از قدرت کنار برم یعنی یک اقدام سیاسی از جانب داستان کل کشور این رو آقای مندل بلیت چطوری تعبیر و تفسیر میکنه نه تنها عویخه مندل بلیت که پیشینه غذایی طولانی داره مندل بلیت که با درجه سرلشگری از ارتش بازنشسته شد دکتور حقوقی ب... بله بله دک... دکتور حقوق داره پیش از این دادستان کل ارتش اسرائیل بوده و بعد از اون هم به سمت دادستانی کل کشور و مشاور حقوقی دولت منصوب شد نه تنها بل نه تنها بلکه رئیس وقت پلیس آقای رونی الشیخ که پیشتر رئیس سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل شبک بود و بعد از بازنشستگی به عنوان فرمانده کل پلیس انتخاب شد اون هم به یعنی با توصیه آقای بنیامین نتانیاهو به این سمت رسید و جالب اینه که هر دو این دو نفری که آقای نتانیاهو نقش اساسی در انتصاب اونها به این سمت هاشون داشته بر علیه او این میشه گفت بر علیه او اگر بخوایم قانون رفتار بکنیم خب طبیعتا طبق قانون رفتار کردن از دیدگاه آقای نتانیاهو بر علیهش بوده چندی پیش یک فایل صوتی از آقای مندل بلیت منتشر شد و در اون اشاره کرده بود که معاونش یعنی آقای شاینیتسن که دادستان کشور در سیستم قضای اسرائیل طوریه که یک دادستان کل داریم و یک دادستان کشور داریم یعنی وقتی قرار پرونده تشکیل بشه پلیس تحقیقاتش رو انجام میده پرونده رو آماده میکنه به دادستانی این پرونده رو ارائه میکنه و دادستانی بعد از بررسی و بررسی شواهد و تمام شرایط این پرونده رو به دادستانی کل کشور که مشاور حقوقی دولت هم هست ارائه میکنه و آقای یعنی م... مشاور حقوقی دولت اون نفر یعنی اون شخص تعیین کننده است که اون تصمیم میگیره که آیا همچین کیفرخواستی به دادگاه منتقل بشه و اون شخص در یعنی محاکمه بشه یا نه و آقای بلید حدود یک سال خورده پیش در یک فایل صوتی گفته بود که آقای شاینیتسان شواهدی رو از در دستش داره و به خاطر این شواهد از آقای مندلبلیت باجگیری میکنه یعنی به خاطر دشمنی شاینیتسان با بنیامین نتانیاهو بوده که عبی مندل مندلبلیت تصمیم گرفته که این که رو علیه آقای نتنیاهو صادر بکنه حالا اینا رو کنار بذاریم ولی آقای نتانیاهو حتی الان هم که گفته میشه که حاضر به توافق برسه و بخشی از اتهامات رو بپذیره به شرط اینکه به زندان نیفته و مجازاتش خفیف باشه ولی در دو روز یا شاید یک روز دو میلیون شکل مدل تقریبا 600 هزار دلار پول جمع شد که ایشون بتونه محاکمه رو هزینه محاکمه رو به های از دیدگاه شما این نشان آن نیست که هنوز بخش مهمی از مردم اسرائیل از آقای نتانیاهو جانبداری میکنن و از او دفاع میکنن صد درصد. ببینید حزب لیکود همین الان یک چهارم از کرسی کنسترو رو در اختیار خودش داره حزب لیکود از 120 کرسی سی کرسی رو در اختیار داره حزب لیکود در حال حاضر بزرگترین حزب در پارلمان اسرائیل هست و نباید این قضیه رو به هیچ وجه نادیده گرفت اینکه در هشت ساعت تونستن دو میلیون شکل برای آقای نتانیاهو جذب کنن این نشان نشان از اون داره که آقای نتانیاهو همچنان از محبوبیت بالایی در میان شهروندان اسرائیل برخورداره البته اینو کسی منکرش نیست حالا اگر آقای نتانیاهو با تکرار میکنه هنوز امضا نکرده هنوز موافقت نکرده داره با وکلای مشاور خودش و با خانواده خودش مشورت میکنه تا بعدا تصمیم بگیره ولی اگر آقای نتانیاهو این توافق با داستانی رو امضا بکنه باید از رهبری حزب لیکود کنارگیری بکنه اون موقع چه خواهد شد یک بندی در این توافق تا اونجایی که در رسانه ها بهش پرداخته شده, پرداخته شده وجود داره که نقطه اختلاف اصلی میان آقای نتانیاهو و آقای خیلی مندل بلیت هست بر اساس این بند که در این توافق نامه گنجانده شده و آقای مندل بلیت اصرار داره که آقای نتانیاهو این توافق نامه رو با تمام بندهای ذکر شده در اون امضا بکنه اینه که به محض اینکه آقای نتانیاهو این قرارداد رو امضا بکنه یک لکه ننگ به عبری بهش میگن کالون یک لکه ننگ یا یک شرمساری متوجه اون خواهد شد که به موجب این شرمساری و اونطور که در قانون اسرائیل اومده هر متهمی که به جرمی محکوم بشه که این شرمساری یا ننگ رو در برداره تا هفت سال از رقابت در کنست و از فعالیت سیاسی محروم میشه و آقای نتنیاهو اخیرا گفته که اگر این بند حذف نشه من این توافقنامه رو امضا نمیکنم. اگر این بند به هر روی در این توافقنامه گنجانده نشه و آقای نتنیاهو فقط مجبور باشه که از این کنست استعفا بده بسیار خوب استعفا میده و خیلی ها بر این باورن که این توافق باعث اون میشه که خیلی از احزابی که الان این دولت رو تشکیل دو دولت کنونی به ریاست آقای نفتالی بنت و بعد از یک سال به ریاست آقای یا لپید به عنوان نخست وزیر این اطلاف از هم می پاشه یک انتخابات زودرس دیگه خواهیم, شد خواهیم داشت و در این صورت آقای نتنیاهو قطعا برنده این انتخابات خواهد شد یک راه ساده تری هست و اون این است که فرد دیگری رهبری لیکود رو به دست بگیره اون موقع آقای لپید و نفتالی بنت احزاب مذهبی اسرائیل و غیره اونها همه حاضرن که با لیکود بیایند و یک دولت اعتلافی تشکیل بدن و آقای بنیگنس و آقای لپید رو احتمالا کنار بذارن و یک کابینه صد درصد دست راستی در اسرائیل به وجود بیاد بدون حضور حزب جنبش اسلامی اعراب اسرائیل و بدون احزاب چپ و بدون حزب کارگر آیا به نظر شما این احتمال هم وجود داره؟ ببینید این احتمال در چهار دوره انتخاباتی پیشین مطرح شد یعنی هر بار به با آقای نتانیاهو بعض یا پیشنهاد دادن به خاطر مسلحت کشور که شده حتی یک بار دیگه کشور رو به انتخابات نکش اینقدر هزینه با... کاری نکن که اینقدر کشور که به خاطر کرونا هم از کسری بودجه زیادی برخورداره چون در خلال این دوران کرونا دولت مزایای بسیار زیادی به همه کسایی که خونه نشین شده بودند و توانایی کار نداشتن به خاطر محدودیت های اجتماعی و هایی که بود الان وضعیت اقتصادی اسرائیل با اینکه با اینکه اینو بعد تاکید کرد نسبت به بقیه کشورهای حتی اروپایی بسیار بهتره ولی ولی این کسری بودجه باعث شده که شما خودتونم شاهد بودید یک سری مالیات ها بر مردم وضع بشه مالیات بر لوازم یک بار مصرف مالیات بر نوشیدنی های دارای شکر و غیره, و غیره و غیره و غیره و غیره و این پیشنهاد رو در چهار دوری انتخاباتی پیش یعنی از چهار دوری انتخاباتی پیش تا حالا باقی نتنیه داده بودن که کنار بکش خودت رو و تو حتی میتونی در خفا هم بازم قدرت خودت رو داشته باشی ولی آقای نتانیاهو همچنان پافشاری میکنه که حاضر به پذیرش این پیشنهاد نیست اگر آقای نتانیاهو پیشنهاد رو میپذیرفت که ما دیگه شاهد چهار دوره انتخاباتی نبودیم و الان اگه کنار بره چه خواهد شد اگر کنار بره احتمال اینکه واقعا این احزاب بدون حزب چپگرای مرت و بدون حزب اسلامگرای رعم تشکیل بشه و بدون ن... ن... کارگر بله ولی یک نکته رو باید در خ... به خاطر داشته باشیم حزب اسلامگرای رعم فقط به یک دلیل در اعتلاف کنونی دولت هست و اون هم اینه که کسی که بهش مشروعیت داد خود شخص آقای نتنیاهو بود تماس هایی که با منصور عباس رئیس حزب اسلامگرای رحم داشتن و من نمیخوام به هیچ وجه این حزب رو از بعضی کارهایی که کرده مبرا بکنم غیر از آقای منصور عباس و خیلی ها میگن که منصور عباس اون قدرت مرکزی در حزب رحم نیست و فقط به یک نوع اون جلوه که همه میخوان ببینن و در اصل در خب در, و در پس پرده اعضای این حزب بسیار افراطی هستند و شاید این ها الهام میگیرن الهام میگیرن از اخوان المسلمین و احتمالا حماس بله ولی غیر از اخوان المسلمین و حماس هر بار که تروریست هایی از از زندان اسرائیل آزاد شدند بعضی از اعضای این حزب اسلامگرا بودند که به استقبالشون رفتن و ازشون پذیرایی کردند حزبی که خودش رو بخشی از اعتلاف اسرائیل میدونه به نظر من شایسته این نیست که دست به این کارها بزنه خوب... احتمال اینکه احتمال اینکه اگر آقای نتانیاهو از صحنه سیاسی کنار بره این احتمال که حزب لیکود وارد کابینه بشه و یک کابینه با احزاب مذهبی و احزاب راستگرا برپا بشه بسیار زیاده و میتونه یک دولت قوی باشه بله 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 این،, این, امکان این امکان وجود داره هرچند که این امکان هم وجود داره که واقعا خیلی بر این باورن که اگر واقعا میخوایم به یک آشتی ملی برسیم باید دولتی باشه که البته غیر از حزب مرتس که به باور خیلی ها واقعا چپ افراتی حساب میشه حزب کارگر میتونه بخش از این اطلاف باشه حزب آبی و سفید لیکود یامینا و حتی بدون, از احزاب مذهبی افراتی به به خاطر داشته باشیم که همین به خاطر اینکه دین و سیاست به طور صد درصد در اسرائیل از هم جدا نیستن این باعث تنش‌های زیادی بین مذهبیون و غیر مذهبیون شده بدین معنا که چندی پیش وقتی که هنوز آقای عریه درعی از حزب مذهبی شاه وزیر کشور بود قوانین رو صادر کرده بود که داد و ستد خرید و فروش یا بازگشایی مغازه ها در بعضی از شهرهای اسرائیل در روز شنبه ممنوع اعلام بشه و خیلی ها این رو دخالت در در آزادی کسب و کار و نقض حقوق اساسی خودشون میدونن همین که هنوز در اسرائیل حمل و نقل عمومی به اون شکلی که خیلی ها اعتقاد دارن که باید باشه در روز شنبه وجود نداره این رو خیلی ها به نفوذ احزاب مذهبی افراطی اسرائیل نسبت میدن آقای نوید میتونم خیلی بغرنج بود این تصویری که شما و من ارائه دادیم ولی خب این از واقعیت سیاسی در دموکراسی اسرائیل که احزاب زیادی وجود دارند طیف های مختلف هستند هر کدوم از حزبا برای اجرای اون نیت و ایدئولوژی خودش تلاش میکنه و باید ببینیم چند روز دیگه صبر کنیم احتمالا کمتر از یک هفته ببینیم که آقای نتانیاهو این توافق با دادستانی رو امضا خواهد کرد یا نخواهد کرد و یادآوری بکنیم که آقای اوی مندلبلیت در داستان کل کشور و مشاور عالی حقوقی دولت هم هفته آینده دوران ریاستش به پایان میرسه و از این نظر هم ایشون اصرار داره که به این توافق دست پیدا کنند سپاسگزارم از شما آقای نوید توبیان و اطلاعاتی که به ما و بینندگان برنامه دادید سپاس دشکر. از شما آقای امیر یک نکتر رو فقط دشتر. خاطر نشان بکنم کسی دشتر. که خواهانه همونطور که تومار استقلال اسرائیل درش درد شده کسی که خواهان کشور اسرائیل به عنوان کشور یهودی و دموکراتیک هست لاجرم باید قوانین بازی سیاسی دموکراتیک رو بپذیره ولتر که من از اینجا فقط بخشی از حرف ولتر رو میارم شخصی بود که در بسیار از هاش حتی بسیار بسیار یهود ستیز بود ولی خود ولتر از قهرمانان انقلاب کبیر فرانسه یا کسی که در این انقلاب شاید میشه گفت نقشی داشته جمله معروفی داره میگه من با نظر تو مخالفم صد درصد مخالفم ولی حاضرم بمیرم که تو بتونی نظر خودت رو بیان کنی و این خودش پیام بسیار واضحی رو برای همه کسانی داره که خواهان یک حکومت دموکراتیک هستند که همه آرا و همه سلیقه ها درش شنیده بشه بله منم اینجا یک توضیحی را اضافه بکنم وقتی ما میگیم که اسرائیل کشور یهودی است به این مفهوم است و این بسیار مهمه که هیچ تبعیضی بین یهودی و غیر یهودی وجود نداره کشور یهودی نه به مفهوم اینکه دین رسمی اسرائیل یهودیته چنین چیزی در قوانین اسرائیل نوشته نشده بلکه کشور یهودی یعنی سرزمینی که یهودیان دنیا حق دارند به اونجا بازگردند و کشوری که بیان کننده هدفها و مرام ها و نیات و برنامه های یهودیت هست و کشوری که پایگاه و پناهگاه یهودیان از سراسر سر جهانه و کشوری که حقوقش و قوانینش سکولاره غیر مذهبی است و مذهب فقط در امور آنچه که احوال شخصی نامیده میشه حق دخالت داره که ازدواج طلاق زایش و فوت هست و نه بیشتر از این دوباره ازتون سپاسگزاری میکنم